سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. این روزها خیلی ها در نقاط مختلف دنیا درباره تسلیحات ایرانی و به چالش کشیده شدن ناتو توسط این تسلیحات دارن صحبت میکنن. ما یک ویدیو میخواییم با هم ببینیم از وال استریت ژورنال که اومده به همین پرداخته، گفته ایران پهپادهایی رو فرستاده، این پهپادها داره ناتو رو به چالش میکشه. حالا این داره درباره شاهد صحبت میکنه. شاهد البته دیگه گازش رفته، ما درباره شاهد دیگه یه سال پیش ما درباره شاهد برنامه میساختیم، الان دیگه تقریبا داشته های دیگر ایران، چه در حوزه پهپادی، چه در حوزه موشکی، چه موارد دیگر مورد بحثه. ولی به هر جهت گزارش خوبیه. دوست داریم یه دور با هم بررسی کنیم ببینیم که درباره یکی از تسلیحات ایران چه نکاتی داره گفته میشه. برمیگردیم، نکاتی هم من دارم اضافه خواهم کرد. ببینیم ویدیو رو. This is an Iranian made Shahed drone. These suicide drones are cheap, precise, and hard to shoot down. Unlike traditional reusable drones, these are designed for one-time precision strikes. In just the past year, Shahed drones hit commercial ships in the Red Sea, threatened the lives of US troops in the Middle East, and wreaked havoc in Ukraine. And Iran's willingness to share them with its allies poses an increasing threat to the US and its global partners. The Iranian Shahed is a family of kamikaze drones that self-destruct when they reach their target. The family is made up of three types of drones. The first edition, 131, which is the smallest and lightest. The newest, 238, which uses... خب اجازه داریم بررسی کنیم ببینیم که چیا داره گفته میشه. میگه که این یک پهپاد شاهد ساخت ایران است. این پهپاد انتحاری ارزان و دقیق است و رهگیری آن نیز خیلی دشوار است. برخلاف پهپادهای سنتی که دوباره میتوان آنها را به کار گرفت، این پهپادها تنها برای حملات یکباره و دقیق ساخته می شود. در یک سال گذشته پهپادهای شاهد کشتی‌های بازرگانی در دریای سرخ را هدف قرار گرفتند. جان سربازان ارتش آمریکا را در خاورمیانه تهدید کردند و در اوکراین ویرانی به بار آوردند. من یه نکته داخل پرانتز بگم قبل از اینکه بریم جلوتر. ببین شما نوع نگارش این متن رو ببینید. الان 4000 نفر غیر نظامی توسط رژیم صهیونیستی کشته شدن، در حالی که آمریکا همین چند روز پیش 5000 تا بمب داده به رژیم صهیونیستی. این نمیاد درباره این مسئله صحبت بکنه و نمیگه آمریکا مقصره. آمریکا تسلیحات فروخته. آمریکا صرفا تسلیحات فروخته. F-35 های رژیم بلند میشه تو غزه جنایت میکنه، از تکه های بدن انسان ها بر در دیوار میماند. نمیگه F-35 آمریکا در حال خون ریختن در دنیاست. فلان تسلیحات آمریکا به فلان کشور فروخته شده. نمیگه که آمریکا مقصر است. تسلیحاتش فروخته. شما رفتی توی بازار یه دونه چاقوی زنجان خریدی، فروشنده مقصر نیست تو اگر اشتباه استفاده بکنی. فروشنده رو نمیرن توبیخ بکنن، آقا ما فروشنده ایم، این کالا داره ارائه میشه. به ایران که میرسه این شکلی نیست. این پهپاد ایرانیه که داره آدم میکشه، این پهپاد ایرانیه که داره ناو میزنه، این پهپاد ایرانیه که نفتکش تهدید میکنه، این ایرانیه که داره آمریکایی میکشه. آپا اون خدمش و اینا رو همه رو سانسور کردی، فقط مثل اینکه ایراد منم تو این داستان. این وقاحت طرف مقابله، این وقاحت نگاه غربیه که هر کجا میخواد درباره ماها صحبت بکنه این شکلی طلبکار و گستاخه. ادامه‌اش رو ببینیم. میگه تمایل ایران برای در اختیار گذاشتن این پهپادها با همپیمانانش تهدید فزاینده ای را برای آمریکا و شرکای جهانیش به بار آورده. یک عکسی اخیراً منتشر شده از کره شمالی. کره شمالی این چند وقته توی حوزه پهپادی پیشرفت های خیلی قابل ملاحظه ای داشته. خب فیلم ها و تصاویر مختلفی هم در همین خصوص روی خروجی رسانه ها رفته و دربارش بحث شده. مسئله که من میخوام خدمت شما دوستان عزیز عرضو کنم اینه، یکی از پهپادهایی که اخیراً کره ازش رونمایی کرده و البته خیلی تصاویر رو مات کرده، ولی برجد این شبیه یکی از پهپادهای ایرانه. چند تا گزارش هم من براتون خوندم. این گزارشه میگفتش که احتمالاً اینا رفتن از ایران کمک گرفتن در حوزه پهپادی. من قضاوتی نمیتونم داشته باشم، اینو اون کسایی که کارشناسن در این حوزه میتونن درباره صحبت بکنن. ولی اینجا میگه که ایران به همپیمانهای خودش و کسانی که به اصطلاح خودمون بالاخره باشون مراوده هایی داره در حوزه نظامی تسلیحاتی و حرفای از این دست، از این جنس از پهپادها ارائه میده. این حرف غلطی نیست. و یک چیزی باید اضافه میکرد داخل پرانتز که ایران نه فقط به اینها، بلکه به کسانی که با آمریکا مشکل دارن یا آمریکا تهدیدشون کرده، تحریمشون کرده، محدودشون کرده،
ما پدرکشتگی با آمریکا نداریم، ما نه اون تسلیحات فروش دیگه جز من نمیشناسه و تسلیحات فروش دیگه جز من حاضر نیست بهش تسلیحات بده. به خاطر همین میان سراغ اینا هم هستن، کسانی از این دست هستن. میگه که اینا کسایی هستن که ایران بهشون داره این تسلیحاتو میده، این میتونه برای ما چالش باشه. پهپاد ایرانی شاهد از خانواده پهپاد انتحاری است، هرگاه به هدفش میرسد خود را منهدم میکند. این خانواده از پهپاد ها سه تا عضو داره. حالا اومده توضیح داده شاهد 131 از همه کوچکتر سبکتر 238 نیرویش از موتور جت تامین میشود که از دید کارشناسان گرانترین پهپاد این خانواده است. من یه توضیح خلاصه‌ام بدم، بعضی از این پهپادها با اهدافی خاص سرعتی پایین در ارتفاع پایین پرواز میکنن، بعضی در ارتفاع بالاتر، هر کدوم دلیل خاص خودش رو داره، انگیزه خودش رو داره. امیدوارم یه جایی فرصت بشه اینا رو با جزئیات با هم بررسی کنیم. بریم ادامش رو ببینیم. برمیگرد. The Shahed 136 is 11.5 feet long, weighs 441 pounds and is made out of relatively cheap materials. The really comparative advantage of these drones is that it uses commercial parts. It's not that sophisticated. The engine itself is just a regular four piston engine. The propeller isn't anything fancy. The airframe itself is maybe some carbon fiber to make sure that it doesn't weigh too much. But overall, it's fairly cheap to produce. The drone has a delta wing configuration and uses a light frame to carry over 100 pounds of explosives. Iran claims it can reach pre-programmed targets up to 1,500 miles away. They're usually used in a salvo launch. اجازه بخشش رو با هم بررسی کنیم. میگه که پرکاربردترین خانواده این پهپادها همون شاهد 136ه. حالا اومده جزئیاتش رو توضیح داده، وزنش چقدره، ارتفاعش چقدره. میگه مزیت رقابتی این پهپاد این است که از قطعات پهپادی تجاری ساخته میشود که چندان پیچیده نیستن، هر کجای بازار بخوای میتونی گیرش بیاری. یه پهپاد مقاومت لبنان اخیراً استفاده کرده بود، این پهپاد رفته توی رژیم اصابت کرده به یه هدفی، بعد ورداشتن بررسی کردن قطعات آلمانی. اینا همه ورداشتن مقاومت اینا رو تحریم کردن. تو کارخونه هر چیزی میسازه نهایتاً دو هفته بعدش در اون تسلیحاتی که مقاومت میخواد اینا به کارگیری میشه. هیچ راهی هم برای دور زدن اینا و مقابله با اینا نمیتونن پیدا بکنن. میدونی چرا؟ چون بدیهی ترین و دم دستی ترین ابزار هاست. من قطعه حساس فلان چیزو نبردم استفاده، یه چیزایی استفاده کردم باهاش، مثلا همین چیای دم دستی که تو خونه میخوای باشون کار بکنی رو میسازن، منم با همینا پهپاد میسازم. این مزیت رقابتی پهپادهای ایرانه. میگه موتور پهپاد نیست، از یک موتور 4 پیستونی معمولی ساخته شده. پروانه پهپادها چیز چندان عجیبی نیست. سازه پهپاد شاید چیزی همانند فیبر کربن باشد تا پهپاد چندان سنگین از آب در نیاید، ولی کلا ساخت این پهپاد ارزان است. رفتیم یه چیزی ساختیم با ارزان ترین ها. چین رفته از روش ساخته، روسیه کارخونه‌اش رو زده، کشورهای دیگر مشابهش رو ساختن. از بین کشورهای دیگه که میتونم نام ببرم، اونی که خیلی روش متمرکز بوده همسایه خودمون ترکیه. ترکیه اومده یه پروژه تعریف کرده براش که بتونه خودش شاهد مشابه شاهد داشته باشه. میگه پیکره این پهپاد سه گوش است، از سازه سبک بهره میگیرد تا بتواند بمب 10 پوندی را حمل کند. ایران ادعا میکند که این پهپاد میتواند خودش را به اهدافی تا 1500 مایلی برساند. این پهپاد معمولا گروهی شلیک میشه. یه نکته، یه درخواستی و یک پیشنهادی خطاب به عزیزانمان در نیروهای مسلح، آنهایی که میخوان پهپاد شاهد رو اینور اونور تبلیغ بکنن. خب ترکیه یکی از ویژگی‌های مثبتی که داره، ما باید بهش اشاره بکنیم، این هست که در حوزه تبلیغ کالاهای خودش رو خوب معرفی میکنه. وقتی پهپادهای ایرانی در آسمان جنگ با ناتو دیده شدن، تازه اوکراینی‌ها اومدن گفتن این از بیرقدار ترکیه تسلیحات ایرانی خیلی بهتر عمل کرده. پس چرا بیرقدار بازار خوبی داره؟ چون تبلیغات خوب میکنه. یکی از نکاتی که یادم هست به اصطلاح خودمون در صحبت‌های رهبر انقلاب دوره‌ای که رئیس جمهور بود خیلی مطرح می‌شد و مورد توجه قرار می‌گرفت این بود که آقا ما بهترین خرما رو می‌سازیم، تولید می‌کنیم، درست می‌کنیم، فلان می‌کنیم، بسته‌بندی بلد نیستیم. زعفرونمون همینه، بقیه مواردمون همین. الان باز بهتر شده ها. الان بعضی از بسته‌بندی‌ها رو من می‌بینم، مثلا توی پسته یا همین خرمایی که خدمت شما عرض کردم، بعضی‌هاش، همش نه، بعضی از بسته‌بندی‌هاش اونایی که برای صادرات من می‌بینم خیلی جذابه. یعنی دمش اینا فهمیدن چی کار باید بکنن. تو حوزه تبلیغات تسلیحات خودمون ما متاسفانه ضعف داریم. ما پیشنهادمون به نیروهای مسلح، اون کسایی که میخوان تبلیغ بکنن، این ویدیوها رو دانلود بکنید، همینه که اینا گفتن،
ببرید این ور اون ور، هر کی گفت این پهپاد شما چیه همین رو نشون بدید، بگو آقا این ببین چی داره میگه، همینیم ما، اینیم تو میدانم گزارش کار اون هست. بریم ادامهش رو ببینیم. برمیگردیم. Multiple weapons are fired simultaneously to overwhelm the enemy's defenses. They're deployed from a truck and are initially boosted by a rocket, but shortly after a twin blade propeller and a smaller piston engine take over. The piston engine makes the drone relatively slow moving and gives it a loud lawnmower sound. The drones fly at low altitudes, making them harder to detect because air defenses tend to be aimed at higher altitude threats, but they can be vulnerable to simpler defenses like anti-air guns. Shahed drones are also quite small and harder to detect with radars compared to their larger counterparts, which fly at higher altitudes. The Shahed 136's relatively low production cost of around $50,000 has meant that Iran can produce a lot of these. But the Shahed drones have been a critical part of Iran's strategy of proxy warfare. اجازه بدید با هم بررسی بکنم. میگه که وقتی این تسلیحات همزمان شلیک میشود، سامانه پدافند هوایی دشمن از نفس میافتد. آنها روی یک کامیون حمل میشوند از قدرتش و از قدرتش را از یک راکت دریافت میکنند و اندکی بعد تیغه پروانه به حرکت در میآید، موتور پیستونی کوچکش به حرکت در میآید، موتور این پهپاد را حرکت پهپاد رو کند میکنه، صدای بلند یک ماشین چمنزنی رو در او ایجاد میکنه، این پهپاد در ارتفاع پایین پرواز میکند که کار را برای شناسایی آنها دشوار میکند. توی عملیات وعده صادق یه فیلمی منتشرش، البته فیلم اون موقع خیلی بازتاب پیدا نکرد، توی کانال من همین روزهای قبل گذاشتم این فیلمو. پهپاد ایرانیه داره میره به سمت هدف که بره فلسطین اشغالی، بعد ارتفاعش پایینه، این عراقی ها این پهپاد رو میبینه چقدر خوشحالن، چقدر خوشحالن، انگار مثلا وقتی داره حرف میزنه من مکالمه شونی که متوجه نمیشم، ولی انگار داره میداره سلام ما رو برسون. بعضیا در آسمان میبینن پهپاد شاهد رو خوشحال میشن. بستگی داره که شما کدام طرف ماجرا باشی که خوشحال بشی از شنیدن این صدا یا ناراحت بشی. معمولا تروریست ها، اونایی که علیه مؤسسان، آدم های بدی، کسایی که کارهای بدی کردن در این منطقه، اونا از شنیدن صدای این پهپاد ناراحت میشن. ما بقی من ندیدم کسی از شنیدن صداش ناراحتی داشته باشه. میگه سامانهای پدافندی معمولا در ارتفاع بلند اقدام به رهگیری پرتاب ها میکنن، ولی آنها میتوانن در برابر سامانهای پدافند ساده تر مانند سامانهای پدافند تیرواری آسیب پذیر باشن. میگه تو ارتفاع پایین حرکت میکنه، اونایی که در ارتفاع بالا میخوان به ضربه بزنن نمیتونن بهش آسیب بزنن. نقطه ضعفش کجاست؟ میگه نقطه ضعفش همینجاست که تو ارتفاع پایین حرکت میکنه، اونایی که سامانهای پدافندی مبتنی بر تیربال که به سمت بالا شلیک میکنن میتونن به چالش بکشنش. چه باید کرد و ایران چه ایده‌ای داره برای این داستان؟ خب در اوکراین کارهایی و ایده‌هایی وجود داره که بخشش برمیگرده به رصد میدانی. به رصد میدانی که بتونه این ضعف رو مدیریت بکنه. بیشتر توضیح نمیدم، در وقتش اگر در رسانه‌ها مطرح شد ما هم به یاری حضرت الله بهش میپردازیم. بریم ادامهش ببینیم. یه پهپاد شاهد نسبتاً کوچک است، کار را برای شناسایی رادار سخت میکند. این پهپاد در قیاس با پهپادهای بزرگتر در ارتفاع بلند پرواز میکنند مزیت بیشتری دارد. هزینه‌اش اومده گفته نهایتاً $50,000 و میتونه خیلی زیاد بسازه، خیلی زیاد در اختیار این اون قرار بده. بعد گفته کارزار نیابتی ایران رو تشکیل میده، به گروه های شبه نظامیش داده شده، بدون ورود به جنگ مستقیم رقباش رو به چالش میکشه و گروه های نیابتیش هم توانمندتر کرده. ایران برای فراهم کردن امنیت کشورش از منافع خودش در منطقه با کمک نیروهای نیابتی داره بازی خودش رو پیش میبره. نه این شکلی نیست، اونایی که در منطقه هستن نیروهای نیابتی ما نیستن، این حرفای دروغیه. ویدیو رو اگر کسی خواست جایی ببره نشون بده از برای تبلیغ پهپاد شاهد، این تش سانسور بکنه، چون اینا برای به اصطلاح خود اینا نیابتی ما نیستن، کسایی هستن در منطقه، افراد مستقلی هستن. داعش حمله کرد به منطقه ما مجبور شدیم بریم با کمک اینا تو سوریه و عراق بجنگیم تا اسرائیل دوم، حالا اسرائیل مدل یهودی یک حکومت مدل اسلامیش کنار ما تشکیل نشه، ما مجبور بودیم این کارو بکنیم. تو یمن هم آدم داشتن میکشتن دیگه، آدم داشتن میکشن، نمیشه همیشه جنایت بکنی من دست و سینه بشینم نگاه بکنم بعد بگی ایران دخالت کرد، ایران فلان کرد. نه، آمریکایی ها مقصر بودن، سعودی ها مقصر بودن، قطری ها و دیگرانی که از چپ نظامیان در سوریه دفاع میکردن مقصر بودن، داعشی ها مقصر بودن، ما تو این وسط اومدیم مجبور شدیم از کسانی کمک بگیریم. اینا هم تاکید میکنم اسمشان نیابتی نیست، افراد مستقلی هستن
با استکبار میخوان بجنگن، با تروریست میخوان بجنگن. ما وظیفه خودمان میدانیم که اینها رو تا هر کجا لازم بود ازشون حمایت داشته باشیم. طولانی‌ترش نمیکنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برامون بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.